با میگن بالای 3400 3450 3500، ولی اونم اصلا نیست، جنسی نیست. والا با این وضعیت که دارن میرن اینجا تا ارزی تزریق نشه، تا به صرافی ها ارزی ندن، این همینه. چون صرافی ها اینجا تابلو دادن 2800 خرید بری، 2800 ازت میخرن، ولی 2850 بهت ارزی نمیدن. الان اینا بازارم که حالت پلیس بازی شده، با این وضعیت باشه بخواد پیش بره، با این وضعیت سکه که الان دلار برای یونلین 350 تومانی نشده که همون دلار رو همون 4 تومانی نیست، اگه بخواد اینجوری باشه، اگه نه ارزی بدن که این صرافیه که بدن دست مردم که میاد پایین، ارزی نمیده. بله به صرافی ارزی نمیده که بدن دست مردم. کسی الان 2000 تا 3000 تا 1000 تا میخواد نمیتونه جنسش تهیه کنه. واقعیت اینه که ارزی فعلا نیست، اگه ارز بدن میاد پایین، ارزی هم نباشه همین واقعیتش. دولت کسی وجود داره نمیتونه تامین کنه. برای آزادی این است بهار بزرگ مردم ایران، آغاز پایان رژیم ولایت فقیه و بشارت انقلاب دموکراتیک و پیروزمند مردم ایران. پایان رژیم ولایت فقیه و بشارت انقلاب دموکراتیک و پیروزمند مردم ایران. پس ای دلیران، سرفرازان، قهرمانان، بپاخیزید. آری همه کاوه های میهن، بپاخیزید. به دنبال خیزش 12 مهر، هر روز شاهد ابراز وحشت سرکردگان رژیم آخوندی هستیم. از جمله روزنامه حکومتی رسالت نوشت: پیامک های مشکوکی در شبکه تلفن همراه کشور منتشر شد. جملاتی نظیر بیایید میدان آزادی را به میدان التحریر تبدیل کنیم. ما از مردم مصر کمتریم و نترسید، ما همه با هم هستیم. به نظر می رسد این حرکت خزنده و مرموز با ناآرامی های نقطه ای چهارشنبه گذشته بازار تهران مرتبط است. معاونت سرکوبگر نیروی انتظامی نیز در ابلاغیه ای به واحدهای تحت امرش می نویسد: با احترام، در پی افزایش قیمت برخی اجناس و کالاها و نوسانات قیمت طلا و ارز، شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ضد انقلاب طی فراخوانی از مردم و اصناف خواستند روز جمعه مورخ 14 مهر 91 در بزرگترین میدان شهر محل سکونت خود تجمع و به نظر می‌رسد در روزهای آتی روند را ادامه دهند و با اقدامات تخریبی قصد راه اندازی جریان‌های خیابانی در تهران و سایر شهرستان‌ها را دارند. مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی سپس دستورالعمل‌های خطاب مزدوران صادر کرده و از جمله می‌نویسد: اتخاذ و تمهیدات پیشگیرانه و ارتقاء سطح اقدامات تأمینی و حفاظتی در مراحل مهم و حساس، به خصوص مراکز اقتصادی، صنعتی، پالایشگاه‌ها، شرکت نفت، ادارات دولتی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، مراکز مبادلات ارزی. معاون عملیات ناجا، سرتیپ دوم پاسدار قاسم رضایی. نیروی سرکوبگر انتظامی در ابلاغیه دیگری ترس و وحشتش را اینگونه بارز کرده است: نیروی سرکوبگر انتظامی
که تجربه گوشمالی شدن در قیام عاشورای سال 88 را در چشم‌انداز دارد، به عوامل خود چنین هشدار می‌دهد: گروه‌های معاند و ضد انقلاب به صورت فعال در تلاش هستند تا التهاب را شدت ببخشند. لذا به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات زیر را مأمور نمایید. با توجه به تلاش دشمن برای شکل‌گیری پروژه کشته‌سازی و جو روانی در جامعه، مراقبت لازم به عمل آید تا از به وجود آمدن شرایط مذکور پیشگیری شود. شروع فصل جدید در ایران، گزارشی از تلویزیون العربیه. الذي ساد العاصمه الايرانيه اليوم الا ان الصدمات بين او الصدمات بين المحتجين على تدهور الاقتصاد والشرطه المحليه في وسط العاصمه طهران امس. برغم آرامش موقتی که بر تهران حاکم شده، ولی درگیری ها بین معترضان و نیروهای امنیتی رژیم ایران در قلب تهران که به دنبال وخامت اوضاع اقتصادی به وقوع پیوست، نگاه جهانیان را به خود جلب کرد. این حوادث ممکن است آغازگر فصل جدیدی در ایران باشد که جرقه آن با بالا رفتن تورم و عقبگرد اقتصادی زده شده است. در حال حاضر صبر مردم لبریز شده است. ممکن است این پیام معترضان باشد، یعنی کسانی که در قلب تهران به خیابان‌ها ریختند و پلیس با آنها با گاز اشک‌آور درگیر شد. شاهدان می‌گویند که آنها شاهد درگیری‌هایی بین معترضین و پلیس بودند. اعتراض‌ها همان طور که مفسرین ارزیابی می‌کنند، بیانگر نارضایتی مردمی است. محرک اولیه این اعتراض‌ها اقتصادی است. پول ملی در مقابل دلار در وضعیت سختی به سر می‌برد که توصیف آن دشوار است. ریال در طول چند روز نیمی از ارزش خود را از دست داد. تورم روی زندگی مردم تأثیر جدی گذاشته است. آثار تحریم‌های اقتصادی به دلیل برنامه اتمی اعمال شده غیر قابل انکار است. این در حالی است که وضعیت اقتصادی از جمله بیکاری و کاهش تولید جدی است. در چنین شرایطی آمریکا بر ادامه فشارها و اعمال تحریم‌ها تاکید می‌کند. احدهما فرض ضغوط عليها للوصول الى حلول سلميه، واعتقد ان الحكومه الايرانيه مسؤوله عما يحدث فيما يتعلق بتراجع عملتها المحليه. حلقه بحران ها هر روز بر گردن رژیم ولایت تنگ تر می شود. دیکتاتوری آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست های همه جانبه ندارد. زمان برخاستن است. برخیزیم و همچون قهرمانان اشرف و خلق قهرمان سوریه با حد اکثر فدا و قربان اخگر قیام های فرو خفته را شعله برسازیم. جهان در انتظار رجوی در تهران.
نویسنده سعاد عزیز. واکنش های انفعالی تعداد زیادی از مقام های رژیم ایران در سطوح مختلف در مورد تصمیم اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر خارج ساختن نام سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم از لیست تروریستی به روشنی و بدون کمترین شکی وحشت و اضطراب رژیم در مورد تأثیرات و بازتاب‌های این تصمیم بر شرایط ایران را نشان می‌دهد. این نکته قابل توجه است که شرایط کماکان گواه وجود تحولات چشمگیر و بی‌سابقه است، به خصوص آنچه به بازار تهران مربوط می‌شود، بازاری که نقش برجسته‌ای در سرعت دادن به سرنگونی رژیم شاه داشت. بازار تهران از روز 28 سپتامبر 2012 شروع به حرکت علیه رژیم کرد، یعنی بعد از صدور حکم حذف نام سازمان مجاهدین خلق که اصلا نمیتوان آن را صرفاً تصادفی دانست، از این رو احتمال می‌رود که هفته‌های آینده شاهد تحولات حائز اهمیت و بی‌سابقه‌ای باشد، به خصوص که با تحولات و رویدادهای جدید در صحنه سوریه همزمان شده است، تحولاتی در راستای اعمال فشار بیشتر بر رژیم سوریه. سیاست سازمان مجاهدین خلق به طور خاص و مقاومت ایران به طور عام که رهبر ایرانی خانم مریم رجوی آن را هدایت می کند، کسی که دستاوردهای سیاسی خیلی بزرگی برای مردم و مقاومت ملی ایران محقق کرده است که مهمترین آنها آشنا کردن همه جهان با مسئله مردم ایران و رنجهایشان از جمله ستم و سرکوب استبداد فاشیسم دینی است و همچنین موفقیت حیرت آورش در قانع کردن اروپا و ایالات متحده آمریکا برای حذف سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی و سخنرانی هایی که هر چند وقت یک بار در پارلمان های اروپایی ایراد می کند و فعالیت هایش در زمینه های مختلف، همه نشان دهنده این است که او طوری رفتار و حرکت می کند که تا این کار را در تهران به سرانجام نرساند متوقف نمی شود. مریم رجوی الگویی عالی برای زن مسلمان است، کسی که به شایستگی ثابت کرده زن مسلمان می تواند با همانندهایش در کشورها و ملتهای مختلف برابری کند و نقش متمایز خود را در صحنه واقعی اثبات کند، زنی با اراده پولادین و عزمی سیاسی که سست نمی شود، همراه با ایمانی عمیق به اصول و افکاری که برای آنها مبارزه می کند و به نظر می رسد که در مسیرش بزرگترین پیروزی سیاسی را برای مردم ایران با سرنگون کردن رژیم دینی حاکم بر تهران محقق خواهد کرد. سلام امین احمدیان. حسن سازمان مجاهدین خلق از لیست ترور امریکا ضرب ما که بوده پیک ده رژیم این پیروزی را به برای دارم حسود خواهرم بریان مجاهدان اشرف و فیرتی و به همه مطمئن ها دارن شو را تبریک بگم. امیدوارم به زودی از دو چشم پیروزی نهایی را همه در دینار هم بگیرم. خدا نگه داره. نکته‌ای که حائز اهمیت بود اینش که در ابتدای دهه 50 خب بسیار از مردم ماهیت اینا رو که نمی‌شناختن، از طرف دیگه اینا چهره مبارز داشتن، سومی که اسم مسلمانی داشتن، در نتیجه اینا خیلی محبوبیت پیدا کردن. این محبوبیتشون اینا رو فریب داد و اینا فکر کردن واقعا اینها آدمای شایسته و لایقی هستن که اینطور دارن ازش استقبال میکنن، در حالی که مردم به خاطر نفرت که از رژیم داشتن، به خاطر عشقی که به اسلام داشتن، به خاطر اینکه میدیدن اینها به نام اسلام دارن با رژیم مبارزه میکنن، به اینا علاقه من بودن، در حالی که اینا فکر میکردن نه، مردم به خاطر مسعود رجویه، به خاطر مثلا محمد حنیف نژاده، به خاطر موسی خیابانیه، در حالی که اینطوری نبود واقعا. مردم که اینا رو نمیشناختن که اصلا. نکته که حائز اهمیت اینه که دولت امریکا در این مقطع انتخابات امریکا نزدیک بی تناسب ندیده که یه همچین کاری هم بکنه. چرا؟
به دلیل اینکه یه مقداری از رأی آمریکایی‌ها رو بخرن، زیرا که اونقدر اینا در سالهای گذشته علیه ایران تبلیغ کردن که حالا که بیان بگن این گروه ضد ایرانی رو ما از فهرست تروریست ها در آوردیم، یه چند تا رأی میره تو جیبشون به خاطر اینکه مثلا یه همچه حرکتی رو کردن. این با انتخابات آمریکا ارتباط داره قضیهش، و لذا من تعجبی نکردم که در این مقطع این کار صورت گرفته. حالا توجیهاتی که کردن که خیلی بی‌ربطه، که مثلا با ما همکاری کردن از اردوگاه اومدن بیرون، اصلا حرفا نبود. دولت عراق به صورت جدی پاش ایستاد و با آمریکایی‌ها حسابی جر و بحث کرد و گفتن ما مطلقا اجازه نمیدیم اینا بمونن. حالا اومد میگه که بله با ما همکاری کردن اومدن بیرون. این توجیه اینا بی حرف بی ربطه. بنابراین این قضیه میتونه یکی از بازی‌های انتخاباتی باشه. لذا بعد از انتخابات ممکنه عملا کار خاصی هم برای اینا نکنن، ممکنه، ولی لااقل مثلا یه مقدار رأی اینا جمع بکنن برای خودشون در رقابت با جمهوری خواه. من که کوتاه نمیام، بگو ای جغد سیاباز، ای دغل پیش بدآواز، منو از زندون نترسون، منو از گزمه و سرباز، بگو چند سباه دیگه به خیالت سر بومی، خودشم از من میترسه، تو کی هستی تو کدومی، من که
هستی؟ ما در دوری 35 سال. 35 سال همینجا هستی؟ خونه مال خود شما هست؟ بله. با چی درست کردی خونه؟ با خشت، با گل. دیگه با چیز دیگه درستم کرده. با... سخفش با چیه مادر؟ جا؟ سخفش با چیه؟ با خشت، با گل. با گل ها؟ نه، تیراهن داره چیه؟ نه، تیراهن هم داره. چی داره؟ خشت. خشت ها؟ آه، گل هم. خشت و گل ها؟ آه، خشت و گل. چند نفری شما؟ ای من الان خواهی یک نفری هست. تنها هستی؟ تنها هستم. مردینم دو ماه که مردم. من تهران سرگم. بچه چیزی نداری؟ نه بچه توی خونه ندار. درآمدی تو چی مادر؟ درآمدم هیچ. نه. راستی چه میزان از مردم مانند این مادر در طول حکومت آخوندی در چنین بیغوله هایی زندگی می کنند؟ نگاهی گذرا به میزان چپاول افسار گسیختهی که غارتگران نظام ولایت فقیه از دارایی های مردم ایران می کنند جواب را روشن می کند. روز 16 مهر آخوند جلال یحیی‌زاده عضو مجلس ارتجا گفت در 4.5 ماه اول سال 17 تا 25 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود 20 هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد. یحیی‌زاده خاطر نشان کرد در ماه‌های ابتدایی سال دولت در اختصاص ارز بدون برنامه و اولویت بندی ولنگاری کرده و 25 میلیارد دلار سرمایه مملکت را به مفسدان اقتصادی داده است. همچنین منادی سفیدان عضو هیئت رئیسه مجلس گفت سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. تأثیر این چپاولگری ها توسط کارگزاران رژیم در مظاهر رو به گسترش فقر مانند زباله‌گردی، کارتون خوابی، کلیه فروشی و فقر عمومی در اقشار وسیعی از جامعه خود را نشان می‌دهد. و کودکان کار به نوشته خبرگزاری حکومتی اینا علی اکبر اسماعیل پور از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت در حال حاضر شاهد افزایش تعداد کودکان کار و خیابانی هستیم که به گفته مسئولان شهرداری 15% نسبت به قبل رشد داشته است. البته اگر این کودکان از تهاجمات نیروی انتظامی برای ربودن اندک سرمایهشان به اتهام خراب کردن چهره شهر جان سالم به در برند، شاید بتوانند لقمه‌ای برای خانوادهشان ببرند. پولتو خوردن؟ والا 40 میلیون پول دادم. اونقدر عذاب دادن که ناراحتی قلب گرفتن. به خدا. من لیسانس دارم. من حاضرم به جای رفتن به کار دولتی با همین کار ادامه بدم. Thank you.
500 تومن اجاره میدم. تو خونه تو خانواده همشون. داشتی 52 سه تا سکته داشتی دیگه نمیتونم اجاره بدم، نمیتونم پیش زن و بچه‌م سرمو بندازم پایین بگم ندارم. بریم خودمونو بکشیم به خاطر این صدر قاسمون. 55 سالمه، این کل درآمد زندگی من همین بوده، اینم مردم دادم به این. چقدر باید وایسم؟ یه امروز بعدا میبینم لاغر داره بچه‌م یه چیز باشه. خواهش میخونم به داد ما برسه، نه ماه آزگار ما در به در هست. بحران ارز در ایران، گزارشی از CNN. Ahmadinejad now says the enemy's sanctions are to blame. نظام کار در ایران کمی پیچیده است. بانک مرکزی از درآمدهای نفتی دلار آمریکا به دست می آورد و آن را ذخیره می کند. این کار به دلیل تحریم ها مشکل شده است. رژیم ایران نفت را می فروشد و بانک به طور رسمی هر دلار را 12500 ریال حساب می کند. در اواخر سپتامبر دولت به مرکز تبادل ارز ابلاغ کرد ارز باید سهمیه بندی شود. به موازات این مرکز شما بازار سیاه را دارید که در آن ریال به طور شدیدی سقوط کرده است. وقتی آنها اعلام کردند دلار سهمیه بندی می شود، از مردم خواستند نگران نباشند، اما پول رسمی تثبیت نشد و هفته گذشته در بازار سیاه نرخ هر دلار به 40000 ریال رسید، یعنی در یک هفته 40 تا 50% افت نشان داد. ارزش پول ایران ممکن است به 100000 ریال برای هر دلار برسد. گری هافبایر از مؤسسه پیترسون برای امور اقتصاد بین المللی. وضعیت مانند هر بحران اقتصادی دیگر است. تا سال 2008 وضعیت خوب به نظر می رسید، اما یک بار اقتصاد سقوط کرد و فرو پاشید. طبقه متوسط و مرفه در ایران معتقد نیستند که بانک ها می توانند کارشان را پیش ببرند. ارزش ریال بین 35000 تا 40000 ریال برای هر دلار نوسان می کند و ممکن است تا 100000 ریال هم برسد. تحریم ها در دو محور کار می کنند. یکی مجازات های سنگین اقتصادی و دیگری اقدام های مخفی کامپیوتری مانند استکس نت و فلی. این اقدام ها البته تا به حال منجر به تغییر تصمیم حلقه داخلی قدرت در ایران نشده است. برخی معتقدند که این حلقه شامل 30 نفر است. As such, sanctions are a blunt instrument that have been ineffective over on many different disputes. But is it your view that sanctions are working here? یعنی هافبایر، فکر کنم هر دو. ما در آغاز یک روند هستیم، روندی که تحریم ها واقعا در حال وارد کردن فشار بر رژیم ایران هستند. فکر کنم برخی از مقام ها در شورای عالی امنیت رژیم ایران باشند که بگویند دیگر بس است، بگذارید کمی زمان بخریم. حدود دو ماه از وقوع زمین لرزه در آذربایجان می‌گذرد. تأکید بر دو ماه از آن جهت است که در اولین روزهای پس از زلزله مهرهای رژیم یکی پس از دیگری وعده می دادند که تا دو ماه دیگر برای کلیه زلزله زدگان خانه ساخته می شود. 24 مرداد جام جم، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد خانه های زلزله زدگان را دو ماه می سازیم. رسالت، معاون اول رئیس جمهور، ظرف دو ماه مناطق زلزله زده را بازسازی می کنیم. رسالت، مقام معظم رهبری، مسئولان مساعی خود را برای کاهش آلام زلزله زدگان به کار برند. قرار شد حدود 60 میلیارد تومان کمک‌های بلاعوضی که در قالب 2 میلیون تومان برای در واقع کمک به ساخت مسکن بلاعوض بشه، 1 میلیون تومان برای کمک معیشتی و حالا سایر اقلامی که در اونجا اومده بود، 425 میلیارد تومان هم در واقع تسهیلاتی هستش که داده میشه برای ساخت حدود 29000 خرده‌ای در واقع مسکنی که قرار هستش مقاوم سازی بشه، نوسازی بشه. بحث تسهیلات از طریق بانک کشاورزی برای محل
احشامشون مصوب شد. کمک بر ذوالحسنه را باز بانک مسکن قرار شد که از منابع داخلی خودش غیر از تسهیلاتی که برای ساخت مسکنهای روستایی که 12.5 میلیون تومان به صورت قرض ذوالحسنه است این کار شروع شده. من خودم این مناطق زندگی کردم، آشنا هستم با آب و هوای اینجا. باید زود کارو جمع و جور بکنیم. اما سرما با پاییز به مناطق رسیده. اکنون واقعیت از چه قرار است؟ خبرگزاری حکومتی ایرنا اول مهر گزارش داد 5 تخته چادر به دلیل کابل‌های کهنه برق آتش گرفتند. اللهوردی دهقانی در مجلس هشدار داده است که هیچ نوع اسکان موقتی برای زلزله زدگان آذربایجان در نظر گرفته نشده است. او گفته است که در حال حاضر حدود 120 هزار نفر در شهرهای ورزقان، اهرد، هریز و روستاهای اطراف آن در چادر زندگی می کنند. برخی رسانه ها نیز از اولین برف پاییزی در مناطق زلزله زده خبر دادند. مسعود پزشکیان عضو مجلس ارتجاع به تازگی در بازدید از مناطق زلزله زده گفته بود که با رسیدن فصل سرما بهداشت مردم نیز به خطر خواهد افتاد و در این چادرها هیچ کس یارای تحمل سرما و سوز و گداز آن را نخواهد داشت. آوار برداری هم با توجه به حجم سنگینش تموم نشده و همچنان ادامه داره. البته روستاییانی هستند که به علت مشکل جابجایی هنوز بلا تکلیفند و روستاهایی که کار بازسازی در آنها بسیار کنده. مقامات مسئولان خواهش دیده که الله خاطر سرعت بیسینن. هیچ اولمازه بی 50 دانه پیمان کار جل بیره بیاد دادیم چه بوی چکت پیدیم. به راستی سهم زلزله زدگان محروم از منابع بیکران میهنشان و از گنجینه نفت و گاز چقدر است؟ رژیم آخوندی چه حقی برای آنان قائل است؟ از آن به پاسخ این سوال را از روزنامه حکومتی جمهوری بشنوید که در دعوای باندی این گونه اعتراف کرده است. سابقه نشان داده رسیدگی و پیگیری امور بعد از روزهای نخست فراموش شده و زلزله زدگان به حال خود رها می شوند. Oh,